آقای جوجی بزنیم، کبابی بزنیم، منقلی، عرقی، چیزی. چهار تا نه چیپس خوردیم، همجوری نشستی مردم نگاه کنیم. بسیار میگم از عذاب وجدان دارم خفه. الان چی شده؟ یه چیزی دکتر ما باید کنیم؟ ما بعد از یه عمری دو نفعی خواستیم بریم کنار سایی داریم خفه میشیم. بینی کتایی محمد اولو آفرین، میره زیره یه خمو بگیره، حرف برای گفتن داره. ماشالله بد بده. خوش میگذره اون داره. I love you. Bye bye. Bye. Freedom. سلام آقای بیگل اومد بهار اومد. آقا امروز یک شنبه است و من سیمک از اونجایی که هفته گذشته واقعا هفته پرفشاری رو گذروندیم، از دیروز بود دیگه، نه به این نچه رسیدیم دیروز صبح که ما احتیاج به استراحت داریم. خودمون به این نچه یه دقیقه صبر کنیم کارمون انجام بدیم براتون. آره دیروز ما به این نچه رسیدیم که آقا ما واقعا مستحق یه زنگ تفریحیم، چون که یه خورده اعصابمون واقعا داشت به مرز انفجار زود میرسیم. بعد به خاطر همین گفتیم که آقا حالا که چنین امکانی داریم، خدا رو شکر مامان بابای سیامک اینجا هستن نزدیک ما و میتونیم یه چند ساعت رو برای خودمون آزاد کنیم، بهتره که این کار رو بکنیم و امروز به خودمون یه مرخصی چند ساعتی بدیم. بچه ها رو گذاشتیم پیش مامان بابای سیامک، هی میگم شیشه رو ببند، شیشه رو نبسرم. بعد و داریم میریم بچرخیم. حالا منتها مسئله اینه که اصلا نمیدونیم کجا میخواییم بریم. الان حدودا ساعت 12:30 ظهر روز یک شنبه است، هوا هم خیلی خوب و گرم، اما حوصله مثلا مرکز خرید رفتن و اینا که نداشتیم، گفتیم بریم توی اون قسمتی که شبیه جاده چالوسه و بریم دیگه، بریم ببینیم به کجا میرسیم. تهش میرسه به دریا، حالا نمیدونم شاید تا دریا رفتیم، چون من خیلی دلم برای دریا تنگ. آره فکر میکنم بریم ریوا، بریم یه سر کنار ساحل و بعدم برگردیم. تا اینجا گفتم که من به تو میگم شیشه رو به من باز میذاری میری. من فکر کنم بریم طرف دریا ریوا، بریم دیگه همینجوری بریم ساحل ریوا، صندلیامون هم ببریم بشیم و هوای بخوریم بریم، چون شیله خیلی دوره. نه شیله هم دوره. بریم به سمت همینجا به عشقه هم بزن، یعنی اعلام کن. هوا چوب گوزل اوه اینجا که پر سگ این تیکه پاتوق اینا پاتوق سگ هست اصلا تابلو هم زیاد داره که آره دیگه خطر سگ اصلا آدم بفهمیم پدر مادرها که ما که تو همین چند وقت میشه هیچ وقتی همچه تجربه نداشتیم. الان که امکانشو داریم هم از این امکان استفاده کافی نمی کنیم. نه واقعا حالا رعایت خیلی چیزا میکنیم، رعایت خود بچه ها در وهله اول، بعد رعایت مامان بابای سیامک رو خیلی میکنیم.
میکنیم. میگم به هر حال واقعا یه تنفس کوچیک دادن هم برای اونا خوبه هم برای ما همه برای هممون خوبه دیگه. ما یه چند روزه من و سیامک قبلا هم خب همیشه میکردیم جزء روتین من یکی که همیشه به طور مرتب بود ولی نه سفت و سخت، ولی چند روزه که شروع کردیم خیلی جدی. سیامک روزی یه بار، من حداقل روزی دو سشن مدیتیشن میکنم، اونم خیلی خوبه، خیلی آدم رو ریلکس میکنم و عالیه. من اول باش زیاد ارتباط برقرار نکردم، بعد یه دفعه خیلی خوشم اومد، خیلی خوشم اومد. این مدیتیشن هم خلاصه جدی بگیرید اگر که تا حالا امتحانش نکردید، یه ذره احساس تنش، استرس اینا دارید، هممون دارین، همه آدم‌ها الان این روزا دارن دیگه، واقعا راه حل بدی نیست. زیاد تو کلام نمی گنجه آدم تأثیرشو بخواد توضیح بده، ولی در طولانی مدت یه حالت روتین زندگی آدم بشه، واقعا نتایج شگرفی به بار می آورد. بچه توی استانبول خیلی مناطق جنگلی و اینا زیاده دیگه، من رو ما رو خیلی یاد گرگان میندازه، منطقه تو اشل بزرگتر گرگان. اینجا که جاده چالوس هست؟ آره مثلا جاده چالوس، گرگان، سیسنگان شبیه اونجا هست. آفای سیسنگان اینه. آره جنگل های سیسنگان، ولی خیلی به صورت منظم و تمیزی جاهای تفریحی درست کردن است توی این جنگل در آوردن. مثلا یه سری مزرعه های مختلف هست اینجاها که توی این مزرعه ها رستوران داره، نمیدونم جاهای برای مراسم ها، برگزار کردن مراسم ها و این چیزا داره. بعد یه سری اینجوری جاهای بسته، مثلا یه بار خودشون مانگال یه جاهایی که بهش میگن پیکنیک آلند، یعنی منطقه‌ای که شما میتونید پیکنیک کنید. توش چه شکلیه؟ طرف اومده یه سری آلاچیق گذاشته با باربیکیو کنارش، منقل و اینا، بعد اونو مثلا یه ورودی، خیلی ورودی کمه، مثلا 100 لیر 200 لیر فوقش از شما میگیره، شما وارد اون محدوده میشین، بعد دیگه تا هر وقت بخواید میتونید گوشتتون، بعد بیشترشون مثلا یه قسمتی دارن که گوشتن خودشون میفروشن. یا حتی اون بار ما رفتیم جنگل پولونسکوی، بعد دیدیم که حتی زغال آتیش شده هم میفروشن. کسی همه خیلی ناراحت شده بگوییم دیگه نمیشه باربیکیو، تو آدم بیر باربیکیو و خودش خود آدم باید زغال درست کنه همه کارش. ما ایرانی چون همه اون ادعای منقل داریم باربیکیو داریم، نه واقعا آدم خوب دوست داره همیشه خوش درست کنه، ولی خب نه همه چیز آماده هستش. ببین حالا اینجا تولدی چیزیه، ببینی یه مراسمی. اینو میخوام بگم که این باربیکیو منقل پارتی خیلی تو فرهنگشونه، مثل ایران، ایرانی هم خیلی ادعای مثلا منقل کباب، چی میگه ما فارسی چی میشه؟ باربیکیو نه، باربیکیو که فارسی نیست، منقل هم که اینا میگن، ما چی میگیم؟ ما اینقدر ادعای زبان فارسی غنیمون میشه، چی میگیم به این منقل و باربیکیو؟ این بریم چیکار کنیم؟ جوج بزنیم. جوج بزنیم. مدل باربیکیو کباب جوجی زغالی چیزی نیست. فارسی مدل باربیکیو رو پیدا کردیم، جوج بزنیم. ببین میخوای مثلا بگی یه همچین شیستم بیستنش کنی، میگه که بریم آقا یه باربیکیو. خب باربیکیو فارسی نیست. خب دیگه میگه اگه بخوای چیز تو اگه نه بخوای خیلی مشتی باشه، یه آقا جوجی بزنیم، کبابی بزنیم، منقلی، عرقی، چیزی داداش. آره بعد خلاصه حالا این بحث منقل خیلی تو فرهنگشونه، مثل ایرانی ها و اینکه ما حالا اسمش نهاریم، ولی ایرانی ها چیکار میکنن؟ اون همسایه خونه زفر اون یادم میاد، طرف جمعه ها توی یه آپارتمان توی یه بالکن با عرض نیمه، هر جمعه آقاه لخت میشد، یعنی بالاتنه تاپلس با یه عالم پک هیکلم نداشت، آخه باش شله اعتماده نداشت، شکم تاپلس میشد، یعنی جوجه رو شکمش میذاشت، صحبتش میشد در همینش یکی که سیخ میکرد، تاپلس جوجه کباب درست میکرد توی آپارتمان. بعد حالا شما تصور کنید مثلا همسایه‌اش اگه بودین هر هفته باید این بوی جوجه کباب و اینا رو تحمل کنید، ضمن اینکه خطر آتش سوزی داره توی یه
آپارتمان شما وقتی منقل را میدست. حالا اینو میخوام بگم که اینجا تو تمام آپارتمان ها، تمام مجتمع ها اصلا حالا یا ممنوعه یا مردم خودشون یه همچین منعی برای خودشون میذارن که منقل توی خونه، تو آپارتمان، توی نمیدونم حیات سیته اینا، هر چقدر شما فضای سبز داشته باشین، بالکن بزرگ داشته باشین و اینا، هیچ کس نمیکنه. همه سیستم منقل و باربیکیوشون رو میبرن توی اینجور جاهایی که الان بهتون گفتم، یعنی پیکنیک آلان توی پارک جنگلی ها، توی اینجور جاها که خب خیلی هم به شهر نزدیکه دیگه، یعنی مثلا خیلی هاشون تو دل شهره اصلا، زیاد هم فاصله اینا. ببین یه خور آروم برو چون اینجا این ریو خیلی داری تند میری، هم از روبروی من اصابم خراب. Hello Liza, how do you do? I'm writing you a letter, I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place, I heard you got a new job, I heard you got a haircut, and it looks real nice. Are you ever lonely? Why not do you? واقعا آدمایی هستیم که با همه چی خیلی حال میکنیم و به اون خوش. الان 10 دقیقه است، 10 دقیقه گذشته ویدیو نگرفتم، 10 دقیقه است داریم میگیم آه آه اینو ببینیم آه اونو ببینیم. حالا این چیزایی که داریم میگیم مثلا ذوق میکنیم برای کیاست؟ وای موتوره رو مثلا دوتا گاف نمیدونم ترشی و نمیدونم محلی و اینا خلاصه خیلی داره به اون خوش میگذره. با چه باش بفت آه یه همون چیز دیگه رسیده میگه همون فدراسیون فوتبال این هم همون دست که کمپه آه همیشه اما اون دوم از این جاده اومدیم الان از این بغل افته. خلاصه خیلی خوش گذشت، یه جاده مثل جاده فرعی های شمال بود این مسیری که الان اومدیم، پر از این خونه یه این خونه باقی ها که مثلا هر کدوم هم ما شمال که می رفتیم با اون نزدیکای دریا که می شد مسابقه می داشت کی زودتر دریا رو ببینه، هر کی دریا رو ببینه نه اصلا این جایزه هم نمی داده می دادی بابا. بعد به محض اینکه پیاده شدیم نشون بدم. یادمون افتاد که آخرین بار با بچه ها اومده بودیم اینجا یه دفعه جفتم خر مایوس چیکار کنیم اینا رو انداختیم پشتمون که بریم یه خورده بشینیم. بیا بیا بریم یه زنگ کنار دریا بشینیم بابا هم نشون بده این بابا میگه کنار دریا میخوای این اصلا از یه خوشش میاد یا نه چون من بعید بوده این چیزی باشه که بابای من حال کنه. چرا بابا دریا دوست این دو ببین چیز داره دیگه از این تختام کرایی یه جایی گرم دوست داره که مثلا قشنگ بتونه تو آب و دیگه زیاد باد نباشه و خلاصه خورد قلب شد. ای وای من نمیدونم از آب باشه آقا پدر مادر شما مثل ما نباشه نکنه اینجا هم باز ورودی میخواد. نه بابا فوقش میریم 10 دقیقه میشینیم دریا رو میبینیم میریم دیگه. این که از وجدان نداره از وجدان. بیا الان اگر بچه ها بودن باید دنبالشون میدویدی یکی این برمی رفت یکی این برمی رفت. نه بابا آره 20 لیر میخواست بیا خواست. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights,
won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I let me figure out where the hell is it. آه اون دفعه با هیلا و یارا اینجا والیبال بازی عدای با یه بابا تو دو ساعت رو شنا را رفتم. ما با این هوا اومدیم که اینجا پلاژ و اینا تعطیل شده ولی باز ظاهرا نه یه سری هم لخت تو آبن منو باش که جاکت با خودم از جاکت با خودم از طرزی که بخوام سرد بابا چه میدونم هوای استانبول واقعا قابل پیش بینی است خنک شده پاییز شده من نمیدونم به نظر من نرمال نیست چقدر دوره برای لباسه دیگه داریم قرقره میشه اونجا شمسی ها با چیز داره صندلی داریم اینجا فیلم بگیرم این تیکه رو برای بابای تو ببینه که این ساحل مورد پسندش هست یا خیر ببینین پاپا اینجا میتونین چت رو تخت رو اینا بگیرین رخ کن داره یا باشه آره تو بدون بچه ها که هستیم همیشه ناخودآگاه یه عجله ای داریم آره اوه سک سک ناخودآگاه هم هست الان مثلا اون مسیر تا اینجا طولانی بود علت این که چیزی ناراحت من طول داریم از اینه که مثلا طول کشید دیر شد همش تو فکر برگشت Something about you isn't right. I swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. Why you gotta be so complicated? I'm sick and tired of contemplating. I don't wanna be here waiting. If this is love, then I don't want it. I can't be the one you keep running to whenever you feel down. I can't be that someone who'll always be there when something's wrong. چیا داری تو کیسه دارم؟ جاسات برم چیزه یه هتل متروکه است بعد یه ساحل اختصاصی داره که مردم کشفش کردن که میرن ساحل اختصاصی خیلی خوبی داره و چون هتل هم متروکه است امسال من خیلی دیدم تو ویدیوهای تیک تاکی و اینا که میگفتن بیاین بریم اونجا خلوت و خوب و اینا البته دیگه دامن خلوت نیست چند دقیقه است اینجا ایم؟ 5 دقیقه تقریبا 5 دقیقه است که اینجا ایم بسیاری هیچ کار خاصی هم نگردیم ببین نه تو آب رفتیم نه حتی ببین کفشامون هم در نیوردیم چهار تا دونه چیپس خوردیم همجوری نشستیم مردم رو نگاه کنیم بسیاری میگم من از عذاب وجدان دارم خفه حتی در اندازه ای چیز شدیم الان عذاب وجدان گرفتیم از اینکه بچه ها رو نیوردیم که به سیامک گفتم که فردا کلاس هیلا تو مدرسه معلمش جلسه گذاشته و نمیتونم نرم ولی سه شنبه به سیامک میگم بیا بچه ها رو نفرستیم مدرسه سه شنبه مرخصی همه مرخصی واقعا
آره. بیاریمش اینجا به خاطر دلیلش هم اینه که ممکنه تا هفته دیگه احساس میکنم هوا سرد شه. هفته دیگه هم که همینا میام. آره. راهی نداریم دیگه باید تلافی امروز در. تو رو خدا پانیش میکنم. یه اسمی باید داشته باشه این مریضی ما. نه. مریضی پدر و مادره ای که چیز گیلتی پرنت. خاطر این که پدر و مادری همش احساس گناه میکنی که مبادا مثلا اینجا باید بچه هم بیرن. ولی فکر نمی کنم زیاد همه گیر باشه این مریضی فقط مال من تو بیاد اینجا بریم دکتر اورژانس بریم اورژانس روان بگیم که ما گیلتی پرنسیم الان چی شده یه چیزی دکتر ما باید کنیم ما بعد از یه عمری دو نفعی خواستیم بریم کنار سال داریم خفه میشیم بنیکت های بچه هم الان نکنه منتظر ما وای بریم بابا تموم شده آقا خدا فرم کات نکنه چشم انتظاره چشمشون به دره بمیرم بره بچه تون تون بخوریم بریم خوش با حال اینه من و سیامه قبل از اینکه ازدواج کنیم با هم یه مسافرت بودروم رفتیم تعریف کردیم اتانا براتون خیلی اون خاطرش هستن تو همون اینا و تو مسافرت فقط چشمون دنبال بچه ها بوده و اینقدر حسرت این کسایی که بچه کوچیک داشتن و اینا رو اونجا بودن یه خانواده بودن سوئدی یه خانواده سوئدی بودن یه دختر مثلا 6-7 ساله داشتن با یه پسر 2 ساله من و سیمان همش بازم میمدیم بیرون کنار سخته چشمون دنبال این بچه ها بعدها همش سخته بچه داری و فیلم کشیدیم با خودمون میگفتیم هر چی کاری بود ما اونجا به جایی که خودمون حال کنیم همه چشمون دنبال این بچه و واقعا دیگه من این حس رو تجربه نکردم تا الان دوباره همش الان حسودیم شده به اینه که بچه هاشون باشه آره من قصه هم هیلا یارا رو اینجا میدم اینجا حالا در حالت عادی شاید می اومد اینجا قور میزدن گرم برگردیم ما پدر مادر بودن یه حلقه ایه که از روزی که دنیا میان دیگه دور گردن انداختن تا آخر نه چه باشن چه نباشن چه بزرگ شن چه نوزاد باشن این حلقه چی میگم اون شعره چیه چیز در گردن هم میشه شاند نه یه حلقه یه نه اون نه جمع کنیزم جمع کن چشم کنم چشم گیلتی پرنت جمع کن سیامک هم کمرش همچنان آها نگفتیم راستی تو یه بحران کمرم گذروندی آره من چند پیش هفته پیش دیسک نبود ماهی جان بذارن که دیسک دیسکش زد بیرون و ما یه هفت خلاصه دامنش نیست من خواستم بگم این دوشیزه های انگلیسی که یه پیست پیست در پشت میبرستم تو فکر پرسپرس نبودم کورست 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 هم بچه بیا نه اون کورست قدیما اشتباهی تو ایران به سوتین گفتن کورست ولی کورست اوناییه که این شکلی توی جامدکی کیز دختره میپوشن اونا کورست این ماس مسیر ماسه یه خیلی تو داری ایلا یارم داری میاییم بابا تحمل کنیم برگرد کفته موشه بای چقدر دوره اونا چقدر کشتی میرن کشتی آزاد ببخشید فرنگی در محله شیله داریم مهمت اولو آفرین میره زیره خمو بگیره حرف برای گفتن داره ماشالله بد بدن برو مساین والیبال ساحلی از ادم انرژی
قلعه رو اون دفعه بهتون نشون داده بودیم. نه مثلا همین بود که ما امروز نمیدونستیم کجا میخواییم بیاریم. بای بای دریایی پر از عذاب وجدان. پوشش نامناسب در در جای نامناسب مثلا تمام توز تابستون آدم 100 تا صندل و اینا میخره برای اینکه مثلا وقتی میره کنار در لباس مناسب داشته باشه. بعد یه همچین اتفاق میفته میاد کنار دریا من دارم میمیرم. سوال شلوار جینز تقصیر من شد یه دفعه گفتم بریم دریا. سوال میسا لحظه آخر فکر میگرم بخواه بریم جنگل. ما میخواییم در مسیر برگرد موزیک گوش کنیم به خاطر همین. اوه یه در ویدیوی بعدی اوه اینا رو بس من بگیر و از باجده کمتر تو ویدیوی بعدی میبینیمتون. But some things stay no matter where